اومدم بابا، در از جا در نیانی. آره میرسم دیگه، راه درازه آخه. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. عبرتون بی بی خانم هستن؟ بله بله، بفرمایید، بفرمایید. بالا تشریف بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام آقا. بفرمایید. نه ما هم غلطی می‌خواید بکنیم بکن. ماما، یا ما به من نگو ماما. چرا اینقدر عصبانی هستی؟ منو چرا؟ شما که نمی‌دونید. بله خب حالا. بچه‌ها جوونن. کجا؟ بفرمایید، بفرمایید. بهروز چرا اونجا وایسادی؟ بیا تو. پسر این چه کاری بود تو کردی؟ خادم تو روز روشن میره دزدی خونه همسایه، اونم صاحب خونه؟ نمیدونم اصلا خون به مغزم نرسید. بعدم دم در با هم دیدیم داره میره دیگه. الان به جای اینکه بگی پشیمونم اشتباه کردم، این حرفا رو میزنی؟ من گیر کردم وقتی سرم تو درس و مشق بود، تا چشم باز کردم دیدم باید خرج کفن و دفن بابامو بدم. نمیخوام، هر روز تنم میلرزید که یه مش طلبکار نیان در خونه. یکی از خواهرام دم بخ بود، بعد براش جهاز میگرفتم، چیکار میتونستم بکنم؟ درس و دانشگاه رو ول کردم رفتم سراغ کار. بعد روزگار گیر یه آدم ناتو افتادیم که دستش کج بود، ما هم هرز رفتیم. خب چرا نرفتی سراغ یه کار دیگه؟ رفتم، خیلی هم رفتم. با اون تو هر کارخونه ای میذاشتم تعطیل میشد. البته یه جا هم وایسادم کار کردم، ولی خب خرجش به برجم نمیخواد. خبت و قطعهاش پیش چشمم بود، اما خودم رو زده بودم به اون را، به هاشا، به ندیدن. شما که گناهی نداری، مادر هزاری هم که بدونه و بفهمه که بچهش گناهکاره، باز باور نمیکن، میگه حرف مردمه. اینقدر خودم زده بودم به اون راه که دروغاش هم باور میکردم، تا اینکه یکی از همسایه ها به هم نشون داد که این کیه و چیکار است. بفرمایید. دست درد نکنه. خواهش میکنم بی بی جان، اگه با من کار داشتی من پایینم. باشه باشه، برو استراحت کن. گفتم تو کار، هرچی جلوتر میرفتم گرفتارتر میشدم، اصلا نمیفهمیدم کی چی میگه. خبره کار بودم، ماشین خالی میکردم، کیف میزدم، چند فقره هم خونه روی داشتم، دست به تعمیرم هم خوب بود، جنسای اوراقو میگرفتم دوتا یکی میریختم تو بازار. هرچی مالخر تو اون راسته بود منو میشناخت. از هیچ کس و هیچ چیزی نمیترسیدم، فقط میخواستم مامانم نفهمه من چی کارم. که فهمید، نمیخواستم دلش به لرزه که لرزید. باید ببینی چی به دست آوردی و چی از دست دادی. هر جا رفتم خوردم به در بسته، انگار توی یه جاده گم شدم که هر آدمی به پستم میخوره گرگی به کفششه. با آدم بی‌معرفت باید بی‌معرفت باشی، نگاه به خودت نکن. چند سال یه آدم به آقای تو ندیدم، وقتی مامانم فهمید افتادم به پشت کن نمی‌بخشمت. حقم داره، جلو همه کوچیکش کردم. من مامانم همه دنیامه، یه کاری بکن. من اصلا نمیخوام ریختی این بچه رو ببینم. نگین خانم، نگین، تو رو خدا، بچه تونه. این بود جواب محبت های من؟ وظیفه مادر فقط محبت کردن نیست، یه وظیفه دیگه‌ش هم اینه که با چنگ و دندون بچهش رو سالم نگه داره. شما میگی چیکار کنم؟ بذاریم بدونه که راه های برگشت بسته نیست. اون تنها امید شمایی. اگه ببینه مادرش ازش دور شده، بیشتر ناامید میشه، بیشتر یاقی میشه. حالا که شما میگین باشه، میبخشمش،
اما شرط و شروط دارم. ها چی شد؟ تمام اون جنسایی که پیچونده بودم رو تحویل دادم. بریم. خودت چی پس؟ چه توقعی همان داری؟ آقا جان من اگه به اینا میگفتم همه جنسا رو من خودم دزدیدم، یا سر از زندون در می آوردم یا دیوونه خونه. من باید به فکر مامانم باشم یا نه؟ بریم. ببینیم من برگشتم به اینا گفتم این کیسه رو تو خیابون پیدا کردم، وظیفه شرعی قانونی انسانی من بود که به شما تحویل بدم. اونا هم پرونده رو تشکیل دادن، امضا کردم، من گوش زدم اومدم بیرون. قرار ما این نبودا. مگه سریال کلید اسراره؟ بریم. راست میگو خانم؟ بله، ولی جاتون تنگ میشه. نه بابا، ما رو هم میشیم چهار نفر، کلی اتاق داریم. تازه من یه کاری میکنم آقا رفی هم راضی بشه. قول دادی گوهر خانوما، قول دادی به من کمک کنی. بی تعارف کرایم نمیخواد بدی. آخه من یه مونس میخوام، یه خواهر میخوام، یه همدم میخوام. خیلی ممنون، ولی اینجوری نمیشه. همه چی نصف نصف، کرایه نصف، ودیه نصف. یه شرط دیگه هم داره، من باید با آقا جواد مشورت کنم. پسرم باید راضی باشه، باید اجازه بده. باش. که پاکم. بفرمایید. یا با ما شی کنیم. من هنوز دلم با تو صاف نشده. بیبی گوهر کجاست؟ داره با تلفن صحبت میکنه. بیبی با کی صحبت میکردی؟ با زهرا خانوم. کلی حرف زدیم، حال و احوال کردیم، احوال پرسی کردیم، جا به جا هم شدن. خب آقای دکتر توفیقی هم از ماموریت برگشت. همه رو تحویل دادم. راجب من چی گفت؟ راجب تو گفت، راجب مرضیه گفت. از که خبرهای خوش در راهه. بله، دکتر توفیقی رئیس جواده. باید بری دانشگاه با دکتر توفیقی مرد و مردونه بشینی صحبت بکنید درباره مرضیه و آیندتون. اینطور که معلومه عروسی در پیشه، همچین چیزایی میخواییم بریم خواستگاری. مبارکه، مبارک انشالله. حله دیگه، پس اینم شیرینی آشتی ما و عروسی. شلوغش نکن، تو هنوز قولایی که به من دادی کامل انجام ندادی. حالا یه دون شیرینی بردار. شما بفرمایید. انجام میده رفته شیرینی خریده دیگه. دست در نکن. مبارکه. بردار جون من یه دونه. گفتم جان من. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ بله پشیمانی. من راستیت میدونیم آقا رفی، بهروز اومده پیش شما عذرخواهی بکنه. میدونی از کاری که کرده خیلی پشیمونه. بله یه چیزی تو همین مایا میخواستم بگم. خب اینه که مادر گفتن، شما هنوزم نمیخوای اقرار کنی به اشتباهت؟ من اشتباه که کردم، ولی خب امان از دست این جوونا، خیلی غرور دارن. این تو خطای کمی انجام ندادی ها. باید شهامت و عذرخواهی داشته باشی، باید غرورتو بشکنی. بله درست. همه که مثل من نیستن. آقا رفی، بهروز سرش به سنگ خورده،
قول داده که دیگه بیراهه نره. حالا شما هم یه فرصت بهش بده. چه کنم؟ یه مادر داره رو میندازه. مادر دردمند زحمتکش. چجور میتونم روشو بندازم زمین؟ به خدا اگر پسر من این کاری کرده بود محال بود ببخشمش. ولی خب دیگه مستور خانم یه چیز دیگه است. آدم حیرون میمونه از این همه نجابت، متانت. خیلی ممنون. خدا از مردونگی کمتون نکنه. دزدی آخر و عاقبت نداره پسرم. آقا رفی، هر دزدی یه علتی داره. من الان به حرف شما بگم ببخشید، پشیمون شدم، معذرت میخوام. علت اصلی دزدی تو جامعه پاک شده؟ بفرم. افلاطون شده برای من نظریه میده. من به شما گفتم که این پسر اصلاح پذیر نیست. شما میگین که پشیمون شده. آقا رفی، به خاطر من. آقا من یه مادرم. باشه، به حرمت حرف این مادر و اینکه شما مثل پسر من میمونی میبخشم. دست شما درد نکنه. یعنی آخر مردونگی و مرامو برای من خرج کردین. ممنونم از شما. ببین، من بازم تاکید میکنم، فقط به حرمت این مادر بود و تو که مثل پسرم هستی. من میبخشم و میگذرم. خیلی خوب، حالا دیگه با هم دست بدین، آشتی کنین، تموم شد رفت. به دل سیاه شیطونم لعنت بفرستین. آقا رفی، من میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم. مستور خانم، شما دستور بدین. شما میدونین که من مدت هاست تنهام، از این تنهایی خسته شدم. به روز که صبح میره سر کار، منم تو خونه اصلا چی بگم. میدونین برای خودم یه مونس و همدم پیدا کردم. بله؟ مونس و همدم؟ خانم، من این خونه رو به دو نفر دادم. مونس و همدم اگر میخواد بیاد تو این خونه، لطفا خونه رو تخلیه کنید. آدم های بی آزاری هستن ها. دو نفرن؟ بله، شما میشناسینشون. همون بی بی گوهر با پسرش اومده بود وساطت بهروز بکنه. آها، اونان؟ اجازه بدین بیان با ما زندگی کنن. هم اجاره ما نصف میشه، همینم که دیگه من تنها نیستم. بلا چی بگم، شما بدون اونا میتونین از تنهایی در بیاین. اگه اونا که حالا ما یه خونه داریم به این بزرگی اون دو نفرم بیان، اشکالی نداره. یعنی اگر 10 نفر دیگه مثل اونا بیان، قدمشون رو چشم من. بفهم، اینم کرایه عقب افتاده تو. و حلاله؟ اه، این چه حرفی میزنی آقا رفی؟ از شیر مادرم حلالتره. مال بی بی گوهر پول. آها. خیلی خوش اومدین بی بی جون. قدم سر چشم ما گذاشین، خونمون رو روشن کردین. بفرمایین. تو زحمت افتادی. ای وای، این چه حرفی میزنین؟ شما رحمتین. انشالله که قدمتون برای من و بهروز خوب باشه. بفرمایید. دشمنتون شرمنده. بفرمایید. خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید. همینجا بذار باشی میبرم تو. آره بذار باشی من میبرم. با من کاری نداری؟ میبرم. زحمتتون شد، ببخشید. آقا جواد. این شب خوب استراحت کن، میخوام فردا همچه سرحال بری سر قرارت. اولین و مهمترین قرار زندگیت باشه. چشم. چشمت بیپنا پسر. با اجازت. خوربون شکلت برم. بفرمید. این فرمول از کجا آمده؟ چجوری محاسبه کردی اینو؟ بذار این مرحله رو رد کنم بهت میگم. ببینیم، به عنوان پایان نامه هنوز کلی کار داره، تو فقط یه چیزایی بهش اضافه کردی. این همون طرح قبلی هست. خیلی کار یعنی خیلی هزینه.
حالا انقدر همه چی به هزینه رفت. نه مرضیه، به نظرت به امون وام دانشجویی میدن؟ چرا که نه، اگه تنه توجیه بدی. چی میشه به اندازه سقف آرزوهامون به امون وام بدن؟ اون وقت سقف آرزوهای شما چقدره؟ خیلی خیلی بلند. بلش کنید بچه ما هست جهادی اومدن. سلام، یه سوال میشه ازتون بپرسم. سلام، به نظرتون جواب این سوال درسته؟ تو این آقا رو میشناسی؟ بله کاملا. خوشتیب، عینکی، محجوب. سر تو کار خودت باشه شیرین. با توجه به شواهد و قرائنی که تو بهم گفتی، این آقا کسی نیست جز جواد جوادی. ببخشید. به به خانم توفیقی. سلام. سلام آقای جوادی. سلام. شیوا موحدی از دوستای قدیمیه من، دانشگاه شریف هم کلاسی بود. وقتی وارد شریف شدم اولین دوستم مرضیه بود. خیلی با هم صمیمی، هوای همون داریم، در واقع یه روی این در دو بدن. خیلی خوشبخت شدم از آشنایی با شما. با اجازهت. خداحافظ. خوش با عصاقود داده، با لبخندی کمرنگ و موبر به آوردگاه پدر عروس می رود. حالا نمیشد میزان صمیمیتمون رو بشنگی؟ باید میگفتم، باید بدونه که مرضیه خانم ما چه تکیه گاه هایی داره. دکتر انقدر لوس. اونجا رو نگاه، امروز تو دانشکده جلسه پنج به علاوه یکه. کاترینشون به همراه پدرشون تشریف آوردن. خوشو بریم مارو مارو. خوشو. سلام، خسته نباشی. میگم کارگر نمیخوای، من تعمیرکارم، همه چی هم بلدم درست کنم. نه عزیز من، ما خودمون اینجا زیادی تو این بازار کسات مشتری نیست که. از شما درد نکن. مافی واسه چی اومده دانشگاه؟ چیکار داره؟ حضوراً اومده مشکل دخترش رو پیگیری کنه. این همه دانشجو، هر کدوم از این دانشجوها دچار مشکل شدن، باید دست پدر مادرشون رو بگیرن بیان دانشگاه؟ آره خب، ولی هیچ کدومشون مشکل مافی رو ندارن. پس اومده از نفوذش استفاده کنه. به من گفت با یه تیر دو نشون میخواد بزنه، هم مشکل دخترش رو پیگیری کنه، هم یه دیداری تازه کنه با شما. ببین من اصلا نمیخوام با این آدم رو در رو بشم. صادق میگی چی کار کنم؟ اومده دیگه، راش ندم. در حال کاری از دست من ساخته نیست. الناز مافی یه دانشجو خاطیه، خودت بهتر میدونی. کمیته انضباطی باید بهش رسیدگی کنه، نه من. آی دکتر، این پرونده رو آوردم خدمتتون. ممنون. دکتر فقط به احترام شما. پدر جان جان، ایشون همین مهندس جوادیه که راجبش با تو حرف زده بودم. بله بله. سلام آقای مهندس جوادی عزیز، سرپرست گروه جهت. سلام، محسن مافی هستم. پدر الناز جان، از دیدار شما خوشبختم. به همچنین. وصف شما تو خونه ما با الناز جان زیاده. وقتی جوانه با استعدادی مثل شما رو میبینم به وجد میام. شما سرمایه این مملکتید، باید از توان شما استفاده بشه. امیدوارم، البته اگه بذارم. نگران نباشید، بالاخره آینده این مملکت دست جوانه با کفایتی مثل شما میفته. شما چرا دوباره اینجایین؟ مگه فارغ التحصیل نشده بودین؟ به لطف دکتر توفیقی هم که با نمره عالی پایان نامتون رو دادیم. منم وقتی جوان بودم، درسم که تموم شد، دوست نداشتم از محیط دانشگاه دل بکنم. هم کلاسی ها، استادا، خاطرات، جنب و جوش دانشجویی، همه این اومدم رو به وجد میاره. وقتی وارد این فضا شدم، یاد خاطرات شیرین خودم افتادم. می‌خواستیم کلی کار، کلی نقشه، کلی طرح واسه یک کشور داشته باشیم و انجامش بدیم. امیدوارم وقتی به سن و سال من رسیدی، انگیزه‌هاتو از دست ندی. جناب مافی، بفرمایید داخل. بله، الان میام. نه، شما نمی‌خواد بیای. اینجا منتظر باش، من برمی‌گردم.
سلام. 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 خیلی وقت خوب هم دیگر رو ندیدیم. پای حرف هم نشست. با حرف مشترک نداریم که با هم بزنیم. چرا؟ حرف، خاطره، رفاقت، مسیر، اینا همه مشترکاته. اینا مال قبل آتش بسه. ببین صادق جان، من باید... جان نه. من اینجا دکتر توفیقی هستم، آقای محسن مافی. ما با هم تو جنگ بودیم. در جنگ که نبودیم. آقای مافی، من به احترام آقای مهرپرور از وقت دانشگاه زدم که حرفای شما را گوش کنم. پس لطفاً برین سر اصل مطلب. بله آقای مافی، به نظر من با این جر و بحث ها به نتیجه نمیرسیم. لطفاً برید سر اصل مطلب. یه رفیق قدیمی از رفیقش میخواد که دخترش به دانشگاه برگرده. دخترتون جای دفاع برای کسی نذاشته. مسیر بازگشت آدم ها رو نبند. اینا جوونن و جاهل. من و شما تو گذشته کم خبط و خطا نداشتیم. بعد میگم آقای مهربان، حالا خطا داریم تا خطا. به هر حال من یه پدرم. پدرها تو هر پست و جایگاهی باشن برای کمک به فرزندانشون دست به هر کاری میزنن. شما برای پاره تنتون یه جور، منم یه جور. من یه پدرم. امیدوارم که روی منو زمین اندسی. نمیتونم برخلاف آیین نامه دانشگاه عمل کنم. باشه قبول. طبق آیین‌نامه عمل کنی. تقاضای منو ببر تو کمیته انضباطی. نتیجه هرچی باشه قبول میکنی؟ تلاش نمیکنی که تغییرش بدی؟ با شناختی که از شما دارم جناب توفیقی، میدونم که اعضای شورا رو تحت تاثیر قرار نمیدی. اگه اعضای شورا گفتن که دخترم اخراجه، من گردنم از اونو نازکتره. اما اگه اکثریت اعضا گفتن که دخترم میتونه پایان نامش رو بده، از شما میخوام که به رأی اکثریت احترام بذارید. و اما پیشنهاد. این چیه؟ درخواست رسمی شرکتمونه برای تعامل بیشتر، که ما میخوام یه تعدادی از دانشجوهای شما رو به کار بگیریم. میتونیم یه پروژه مشترک تعریف کنیم که یه جوری صنعت رو با دانشگاه پیوند بده. این یعنی منو تو دوراهی قرار بدیم. همیشه کارت همینه صادق، همیشه بدبینی. این مسیر هموار رو تو داری دوراهی میبینی. این همکاری دو سمتش سوده، هم برای مجموعه ما هم برای دانشگاه. ببخشید آقای مافی، من خیلی وقت شما رو میشناسم، میدونم که شما تو کار صنعت هستید. چرا الان شما با این پیشنهادتون میخواهید تعامل با دانشگاه داشته باشید یا آقای دکتر رو مقابل دانشجو بذارید؟ که اگه قبول نکنم دانشجوها رو تحریک میکنه، اگه قبول کنم معلومه پشت این پیشنهاد چیه. به پیشنهادم فکر کن. قرار نیست همین الان تصمیم گیری کنی. من حسن نیتم رو نشون میدم به شما. چیکار میکنیم؟ جواب شما باشه بعد از نتیجه کمیته انضباطی. هر درخواستی دارم بدم به دبیرخونه، از همونجا هم پیگیری کنن، نه از دفتر من. رفیق، ما یه گذشته با هم داشتیم. گذشته باید طوری باشه که حال آدم رو خراب نکنه. وقت بخیر. خیلی میبخشی وقت تو گرفتم و ناراحتت کردم. فرصت کردی یه سری به رفیق قدیمیت بزن تا حالش خوب بشه. به امید دیدار. خیلی آسان نفر. عرض ادب، من اکبر بهمنی ام، دانشجو سال 4 دانشگاه امیرکبیر. امرتون رو بفرمایید. عرضم به خدمتتون، من سربازیم که تموم شد بلافاصله وارد دانشگاه شدم. تو تمام این سال‌ها هم جزو دانشجوهای ممتاز بودم. ایده‌های علمی و عملی زیادی هم دارم که به شدت کاربردی.
من چه کاری میتونم براتون بکنم؟ عرضم به خدمتتون که من با خبر شدم شما طرحی ارائه دادید به نام پیوند صنعت و دانشگاه، و از اونجایی که احساس میکردم ایده‌های ما نهادینه بشه، میخواستم خواهش کنم که من رو هم به اون لیست اضافه بکنید. من دانشجو سال آخر هستم و پر از انگیزه، قطعا خیلی به کارتون میام. این از کی شنیدید؟ خانم معافی گفتن. اینم خدمتتون عرض کنم، از نظر من طرح شما به شدت تحسین برانگیزه. خدمتتون میخونم، نتیجه رو از طریق دفترم پیگیری کنید. خیلی محبت میکنید، با اجازه. خدا نگهدار. ماجرای سینا ماهر داره تکرار میشه؟ چه ماجرایی بابا جون؟ هنوز دارم ترکشای ماجرای سینا ماهر رو میخورم. با بدبختی تونستم حواشی رو جمع کنم. تو دوباره شروع کردی؟ بابا صد بار بهت گفتم بشین درس بخون. اینقدر برای من مشکل درست نکن. چرا یه دانشجوی یراقبای معمولی باید از ترخی مطلع باشه که من تازه به دانشگاه دادم؟ آخه من که حرفی نزدم بابا جان. من فقط فکر کردم این دانشجوییه که مستحق بخواد طرح شما رو. این کارا یارکشی نیست. من میخوام جنگیدن یاد بگیری. با یه حریف گلاویز شو که همسنگت باشه. زورتو برای یه حریف بزرگتر نگهدار. رقیب کوچکتر رو بسپر دست آدمات. تمایل نداری؟ نه، این موقعیت ورای تصورمه. چی از این بهتر که دستیار شما و دکتر مهپرور باشم؟ پس تقاضاتو بنویس تا تو شورای دانشگاه مطرح بشه. فکر میکنی تا که بتونی تز دکتراتو ارائه بدی؟ یک ماه خوبه. پس با حوصله و دقت کار کن. دکترا خیلی حساسه. موضوعی را انتخاب کن که نه توش نباشه. باید دو سه تا مقاله خوبم بنویسی. شورای دانشگاه خیلی سخت میگیره. بله، چشم. خب بنویس. تمرکز ندارم. تو که کارنامت خیلی خوبه، از چی نگرانی؟ فکر میکردم صدام کردین تا در مورد مرضیه و آیندهش صحبت کنیم. بله، من مسائل با هم قاطی نمی کنم. دوست داشتم بیرون از محیط کاری باهات صحبت کنم، اما خب تو این دنیا تنها دارایی من خانواده منه. نمی خوام در مورد آینده دخترم به راحتی تصمیم بگیرم. منم چیز زیادی تو زندگیم ندارم. مهمترین دارایی من همین حسیه که تو قلبانه. صحبت کردن درباره چیزی که دلم آشوب کرده خیلی سخت، اما میخوام تا زمانی که زندم به این حس پایبند باشم. ولی من فکر میکنم شما یه چیزی رو از ما پنهان میکنی. سلام قربان. خسته نباشی. شاکر شما. این کارگر. نه فدات شما. ببین دست باچارم. قربونت، دو تا داریم بستمونه. ممنون. دو تا؟ بله. پس سری برات چرخو عوض کنم حال کنی؟ نه قربونت، مرسی، زنده باشی. آقا سلام. سلام، بفرمایید. خسته نباشی. سلامت باشی. کارگر نمیخوای؟ کارگر نمیخوام. نصاب چی؟ نصابم داری. نصاب چی داریم؟ نصاب همه چی. بله. سلام داداش. سلام. آقا سیگار داری؟ نه داداش. فندک چی؟ فندک داری؟ سیگار ندارم، فندک هم ندارم دیگه.
خب پس باسی چی اومدی تو بار؟ خودم استراحت کنم یه چیزی بخورم. چی میخوری؟ شوی کاکاو و کیک. چی؟ شوی کاکاو. شیر؟ داشت بگیرم برات؟ چرا اینطوری بود؟ احتمالاً بابات بد زده تو پرش درس و دانشگاه میگم بابا. بفرمایید. سلام استاد. سلام خانم مقدم، مشکلی پیش اومده؟ مشکل که نه، راستش درخواست داشتم، البته چون مرتبط با درس و دانشگاه بود اینجا خدمت رسیدم. لازم نیست این همه با من رسمی حرف بزنی. سلام، درخواستتو بگو. بشین. ما برای پروژه‌مون احتیاج به یه وام داریم. شیوام شرایط مالیش خیلی خوب نیست. تصمیم گرفتیم درخواست وام بدیم اگه اشکالی نداره. وام؟ چرا وام؟ نمیخوام زحمتش رو گردن شما بیفته. همین که اومدی اینجا و همچین درخواستی از من میکنی خودش زحمت. وام دانشجویی واسه دانشجوهایی که توان مالی نداره، نه شما. آخه بابا. خب ببین، شما یه پدری داری که خدا رو شکر دستش به دهنش میرسه، چرا از پدرتون نمیگیری؟ برای اینکه نمیخوام جیب پدرم خالی بشه. نگران نباشی، پدرتون این مبلغ رو به شما قرض میده، بعدن شما تمام و کمال بهش برمیگردونید. من خیلی ازتون ممنونم استاد. بابت چی؟ بابت اینکه پدرم رو راضی کردیم به بنده پول قرض بدن. خیلی خیلی نمک نریز اینقدر. ممنونم واقعا. فقط دیگه چیه؟ خواستم بدونم با مهندس جوادی چی به هم میگفتیم. آها، پس وام بهونه بود برای پرسیدن این سوال. یه سری حرفای مردونه بود گفتیم و تموم شد. به هر حال منم یه سر قضیه هم دیگه، نباید بدونم. من میخوام برم، میای با من؟ اگه قول بدین تو راه برام تعریف کنی. بله. اینو از توفیقی پدر میپرسی یا توفیقی استاد؟ از هر کدوم که حرف دلشون راحت تر بزن. باشه، پاشو بریم یه جای دنج بشینیم و با هم حرف بزنیم. بریم. بفرمایید. چرا به هم ریختی؟ مگه حرف بعدی زدم؟ من یه گذشته‌ای داشتم که هرچی بوده تموم شد. پس حتما یه چیزی بوده. به من حق بده که نسبت به گذشتت حساس باشم. یعنی تا حالا نتونستم خودمو به شما خانوادتون ثابت کنم. زندگی با کار فرق میکنه آقای جوادی. چند وقت پیش بارشو مثل یه سایه دنبال خودم میکشیدم، اما از یه جایی به بعد فهمیدم این بار سنگین به مقصد نمیرسه. از پای عشق دیگه در میانه بود، ولی تو گذشته موند، برای همیشه پاکش کردم. پس تصمیم رفتم به خارج فقط برای ادامه تحصیل نبوده. باور کنید من هیچ تعلق خاطری به اون گذشته ندارم. بفرمایید آقای جوادی. پس یعنی؟ بفرمایید، من باید بیشتر فکر کنم.
وقتی بچه‌ام بلافاصله بعد رفتن جوادی میاد اتاقم به بهانه وام، میخواد مزه دهن پدرش رو بفهمه. خب من میفهمم که دنبال یه جوابه. راست میگم؟ راستش بابا من خواستم مادرت همه چی رو بهم گفته. منم نگرانی تو درک میکنم، بهتر میدم، ولی کاش من پدرم میفهمیدم ته دل دخترم چی میگذره. خب مگه شما نمیگیم مامان همه چی رو بهتون گفته؟ مادر دختر یه حرفایی بین خودشون دارن که شاید روزشون نشه بهم بگن. هرچقدر با من راحت باشین دوست داریم بین خودتون بمونه. مطمئنم اگه چیزی بهم نگفته مراعات حال منو کرده، سعی کرده که این راز بین خودتون بمونه. ببخشید بابا، از چه رازی حرف میزنیم؟ گذشته جوادی. تو میدونستی که برای چی از ایران میخواد بره؟ بله، و اینم میدونم که چرا نرفت. فکر میکنی دلیلش قانع کننده است؟ عشقش به اینجا کافی نیست؟ منظورم فقط خاک و کشور نیست، منظورم اینه که من الان نگران تو هم. خودتو بذار جای من، در خونتو بی منت باز بذاری که جگر گوشه خودتو بسپاری به یه مرد که یهو با یه راز مواجه بشی. ببخشید بابا، خودش بهتون گفت یا شما خودتون متوجه شدی؟ حرف حرفو میاره. گذشتهش اومد وسط، منم فهمیدم. حالا تو جای این پدر چه تصمیمی میگیری؟ جوابش یه جمله است، چیزی که هزار بار از بچگی ازم شنیدی. هر چی شما بگی، هر چی شما سلام بگی. چه بی سر صدا اومدی؟ سلام بیبی. سلام. حالا سرت بله برون، سرما نخوری بیفتی تو خونه. چی شد؟ نه بلش معلومه نه نش. سایه مژگان هنوز رو سرمه بیبی. در بیا از این فکر و خیالات. ما پدر دختر میخواد بگم پدرم. اگه دخترمو میخوای باید نازشو بکشی. نمیتونه بگه بفرمایی دخترم ورد برو. نمیشه اینجوری. پدر دختر میخواد مطمئن بشه داماد آیندهش کوه و میتراشه برای شیرینش. دکتر توفیقی. سلام استاد.